گفتگو می‌کنیم با آقای سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران که از تهران با ما هستند. آقای مدنی، مشکلات متعددی که مردم ایران با اونها روبرو هستند و خواسته اونها برای تغییر البته بر کسی پوشیده نیست و ما شاهد سخنان هشدارآمیز در این رابطه از سوی جامعه شناسان از جمله خود شما بودیم، اما اظهارات معاون وزیر کشور ایران به افزایش شاخص‌های میل به اعتراض و تغییرات اساسی اشاره شده. این شاخص‌ها دقیقاً چه هستند و هشدار درباره امکان بروز نارضایتی گسترده از زبان معاون وزیر کشور اصلا چه اهمیتی داره؟ خب باید مقدمتاً عرض کنم که این یافته‌هایی که ایشون مطرح کرده در سمینار مورد بحث یافته‌های چندان جدیدی نیست، به این معنی که مطالعات قبلی هم این روند رو مورد تایید قرار داده. در واقع از دهه 70 به این سو یک سمت و سوی روند تغییرات و تحولات اجتماعی داشته که یک فرش اون نارضایتی از وضع موجود و به تبع اون اعتراض بوده. شواهد این رویکرد رو ما در اعتراضات دهه 70، در اعتراضات استان مرکزی عراق یا در مشهد و یا در کرج می‌دیدیم و به نحوی این اعتراضات پاسخی که بهش داده می‌شد اغلب سرکوب بود و بعداً به شکل‌های مختلف دیگه این اعتراضات ادامه پیدا کرد تا سال 88 و بعد هم که در دهه 90 که تقریبا به صورت مکرر و متوالی این اعتراضات وجود داشته که نشون دهنده سطح نارضایتی جدی از وضعیت و میل به اعتراض. بنابراین میشه گفت که ایشون هم با اشاره به این یافته‌ها که ظاهرا حاصل یک مطالعه‌ای که در سال جاری انجام شده 1400، در واقع یک دیتا و یک شاهد دیگه‌ای بر ادعای این که روند تحولات ایران سیر نامطلوبی رو طی می‌کنه و حجم نارضایتی رو به افزایشه و طبیعتاً واکنشی که پس از این نارضایتی ایجاد میشه رو تایید می‌کنه. خب یکی از اشکال این نارضایتی هم اعتراضه و ما در طول همونطور گفتم به ویژه دهه 90، یعنی از ابتدای دهه 90 به این سو ابعاد این اعتراض رو می‌بینیم. حالا آقای مدنی، در این سخنان معاون وزیر کشور درباره بدبینی که در سطح جامعه در خصوص الگوی حکمرانی دینی وجود داره با توجه به افزایش شمار سقط جنین که در سال به عدد 300 هزار رسیده و مصرف شدید مشروبات الکلی، برای ما بگید. میشه گفت که اون این رفتارهایی که ما میبینیم بیشتر تحت تاثیر تجربه به هر حال یک نظام دین سالاره و طبیعتاً جمع‌بندی که افکار عمومی میکنه از عملکرد این نظامی که پیوستگی تام و تمامی ادعا داره که با دین داره روی افکار و رفتار دینی مردم هم تأثیر گذاره. باز نشانه های این تغییر نگرش و تغییر رفتار نسبت به دین و تفکر دینی و رفتار دینی رو ما در از نظرسنجی هایی که تقریبا از اواسط دفعه 70، شاید اولین بار سال 76 داشتیم میبینیم. مطالعات اخیر هم نشون داده که رفتار دینی مردم یا کاهش پیدا کرده یا تغییر پیدا کرده، یعنی به نوعی از رفتار جمعی دینی تبدیل شده به رفتار فردی دینی. مردم متمایلن که بیشتر رفتار دینداریشون رو در رفتار فردیشون در خانه و در محیط‌های محدودتر نشون بدن تا در محیط اجتماعی. این خب نوعی جمع‌بندی از به اصطلاح عملکرد 14 اخیر یک نظام دیندار. ممنون از شما آقای سعید مدنی، جامعه شناس، که با ما بودید.